مطرحه، اینکه مثلا فرد بیکار میشه، شغلش رو از دست میده، بحث غریبه حراسی مطرحه، استرس تروماتیکه، به فرض فرد مجبور مراقبت کنه از بیمار کرونایی یا اینکه مرگ یکی از اطرافیانش رو میبینه، و یکی هم کامپالسیو چکینگه، یعنی اینکه فرد مرتب به یه حالت وسواسی چک میکنه، دستاشو میشوره. به نوعی این 5 تا هیته تشکیل دهنده سندروم استرس کوویدن. یعنی پژوهشگرایی که خواستن این مفهومو کمیش کنن، فهمیدن که بعد از این 5 تا زیر هیته رد بشن. خب حالا یه مثال دیگه رو ببینیم. فرض کنین که فردی دچار افسردگی هستش. ما برای اینکه ببینیم تو ذهن این فرد چی میگذره، از بیاناتش استفاده میکنیم، به نوعی اونا رو میاریم وارد پرسشنامه میکنیم و کمیش میکنیم این مفهوم رو. پس ما دنبال استخراج مفاهیم ذهنی هستیم، مثالشو گفتم افسردگی، و هدف اینه که با استفاده از یه عدد یا وضعیت‌های کمی بتونیم این مفهوم ذهنی رو تبیین کنیم. خب توی پژوهش‌های سلامت اون چیزی که به عنوان مهمترین هیتا مطرح میشه، توی یکی از کتابا، کتاب آقای مکتاول هستش که اینو من آوردم، این کتاب رو می‌بینید عنوانش رو احتمالاً بزنین توی اینترنت، کتاب رو راحت میتونیم پیدا کنیم، به نوعی دایره المعارف پرسشنامه‌های حوزه مربوط به اندازه‌گیری سلامت. البته تو اینترنت معمولاً ورژن قبلیش پیدا میشه و چاپ تازه خب مسلمه که باید خریداری بشه. ولی تو این ریفرنس هیت‌هایی که ذکر شده ناتوانی فیزیکی و معلولیت هستش. یه سری هیت‌ها میره توی زیر مجموعه سلامت اجتماعی، یه سری میره توی زیر مجموعه حوزه روانی مثل رفاه روانی، سلامت روانی، اضطراب افسردگی، بحث اندازه‌گیری درد هستش و وضعیت عمومی سلامت و کیفیت زندگی. نکته مهم اینه که اون چیزی که توی طراحی پرسشنامه مورد بحث ما هستش اینه که ما یه مفهوم ذهنی رو می‌خوایم کم می‌کنیم. خیلی وقتا این ممکنه با فرم اطلاعاتی یا اینفورمیشن فرم اشتباه بشه. یعنی فکر کنیم که هر فرمی که طراحی میشه توش یه سری سوال پرسشنامه هستش، در حالی که اینجا منظور ما از پرسشنامه اون چیزی است که میاد مفاهیم ذهنی مربوط به سلامت رو میسنجه. رویکردهایی که برای طراحی پرسشنامه داریم ما چطور میتونه باشه؟ دو تا رویکرد اصلی داریم که خواهیم دید. یه رویکرد ترجمه هستش و یه رویکرد طراحی از سطح صفر. بنابراین یه مسیر رو میتونیم در نظر بگیریم به این صورت: مسیر اول طراحی از سطح صفر، یعنی کاملا از پایه شروع کنیم. یه مسیر دیگه استاندارد کردن پرسشنامه‌های خارجی هستش. یعنی یه پرسشنامه به زبان دیگه داریم، جاهای دیگه استفاده شده و ما به نوعی میاییم اونو استاندارد و بومیش میکنیم. خب نکته مهم اینه که در 80% موارد ترجمه یه پرسشنامه خارجی کارآمدی کافی رو داره و ما رو به اون هدفمون میرسونه. نکته بعدی در مورد انتخاب مسیر اینه که چطور میشه ما یه مسیر طولانی رو انتخاب میکنیم و در واقع به نوعی از سطح صفر شروع میکنیم. علت اینه که در یک سری موارد ما به این راحتی نمیتونیم تطبیق بومی و فرهنگی پرسشنامه خارجی رو انجام بدیم. خب در مورد راهبردهای آموزشی که در کل دوره خواهیم داشت، من در مورد این مقاله توضیح میدم الان. ما سعی میکنیم تا حد امکان دو تا مسیر رو پوشش بدیم، یعنی هم مسیری که از ترجمه میگذره و هم مسیری که طراحی از پایه هست. نمونه‌هایی که استفاده میکنیم ابزار سنجش سلامت اجتماعی ایرانیانه که در واقع ابزاریه که خب من و تیم همکارم طراحی کرده بودیم. مقالش رو هم اینجا میبینید و به راحتی مقاله پیدا میشه. و در حوزه‌ای مثل رضایت از زندگی پرسشنامه‌هایی داریم که ما از اون در حین دوره آموزشی استفاده کردیم و ما یک راهبرد 26 مرحله‌ای رو در نظر خواهیم گرفت. منظور از این راهبرد 26 مرحله‌ای چی هستش؟ ما برای اینکه شما یه دید کلی داشته باشین برای طراحی و مسائلی که در مورد پرسشنامه هستش، یک راهبرد 26 مرحله‌ای رو من پیشنهاد میدم به شما. این به این معنی نیست که الزاماً کاملاً به ترتیب مثلا میگیم 1 2 3 4 تا میرسیم به 26. بعضی جا لازم خواهد شد که یه مقدار مراحل رو پس و پیش کنیم. منتها من این کل 26 رو اولش میارم که شما یه دید کلی